همچنان که پیش بینی می شد و می گفتند موج دوم و سوم شیوع کووید 19 کشورها و مناطق مختلف رو در می نورده، اوضاع بسیار بسیار فاجعه آمیز شده بخصوص در بعضی از مناطق. همراه هستیم با پروفسور محسن شهمنش، ویرولوژ و متخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر محسن شهمنش، خیلی خوش آمدید و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. خیلی ممنونم که اجازه دادین که با بینندگان شما صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر، همچنان که پیش بینی میشد و میگفتند موج دوم و سوم کووید 19 کشورها و مناطق مختلف رو در بر گرفته، در بعضی جاها بسیار فاجعه آمیز همینجوری است. این پیش بینی که میکردن به همین شکلی که الان ما شاهدش هستیم هست؟ ببینید، تا زمانی که ما نتونیم یه واکسن داشته باشیم، عملا این ویروس هست. این ویروس اومده، جهانی شده، همه جا هست. ببینید، مثل همه ویروس ها، اگه از یک نفر به یه نفر دیگه میره، تنها جلوگیری از اینکه یه نفر به یه نفر دیگه بره که میون رو سد بذاریم، یعنی این نفر با اون یکی تماس نداشته باشه. خب این در کوتاه مدت میشد کرد، ولی در دراز مدت خب مشاهده شدیم که هر جا که نگاه میکنی مردم خسته شدن، یعنی باید برنامه کار زندگیشون، خسته شدن، گوش نمیدن، و اون فاصله ای که جلوگیری میکنه از اینکه سرایت بکنه از یک نفر به یه نفر دیگه از بین رفته. حالا کم و بیش جای مختلف متفاوته، بستگی داره البته که چقدر این شایع بوده. یعنی تو وقتی میری بیرون در تماس هستی با چند نفر در تماس میشی که ممکنه به تو منتقل کنن، ناقل باشن. کشورهایی که مثلا تونستن کنترل بکنن، مثل آلمان، مثل چین، مثل کره، مثل بعضی کشورهای اسکاندیناوی که تعداد کسانی که مبتلا هستن پایینه، خب طبیعی است که میتونه خیلی بیشتر توی جامعه تعرض داشته باشی و شانس اینکه بگیری کمتره. جایی مثل امریکا، مثل ایران، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل ایتالیا میبینیم که نه، چون میزان عفونت در جامعه بالا هستش، خب طبیعیه که رشدش هم بالاتر هستش. بنابراین این موج دوم سوم کاملا قابل پیش بینی بود و تنها جلوگیری ازش جدایی دراز مدت تا اینکه واکسن پیدا شه، که این امکان پذیر نیست. البته راه حل‌های دیگه هم داره. اینه، اگه تو بتونی کیسایی که هستن رو بگیری، اونها رو مجزا کنی و تا زمانی که اینها مصری هستن از دیگران جدا کنی، خب میتونی جلوش بگیری. کاری که مثلا تو چین میشه، تو آلمان خوب نسبتا خوب شده، توی کشورهای مثلا نروژ و فنلاند خیلی خوب بوده، تا حدی مثلا توی همین سوئد شما هم خوب بوده، که علیرغم اینکه خب شویش بیشتره و چون تونسته سریع شناسایی کنن، سریع جدا کنن و سریع بتونن از سرایت بیشترش به دیگران به جمعیت هم ربط داره؟ خب به جمعیت خیلی ربط داره. بنابراین ببین، همونطور که قبلا صحبت کردیم، ببینید شما اونجای موفق بوده که دولت یک پیام داشته، پیامی که مشخصه، قابل فهمه و قابل درکی و قابل قبوله، و یه جمعیتی که این پیام رو قبول داشته باشن. یعنی تو یه در واقع یک قرارداد هست میون مردم و دولتشون. اگه مردم دولتش رو قبول داشته باشن، چه زورش بهتونش میرسه چه نه، اصلا از تعدیل قبول دارن، خب خیلی راحت تر میتونن قبول کنن اون پیام رو، به شرطی که پیامه طوری باشه که قابل درکی و قابل اجرا هستش. متوجه هستی؟ یعنی مثلا دولت هم باید امکاناتی رو در اختیار شهروندان قرار بده کاملا. یعنی تو وقتی میگی جدا شو، خب جدا شو که باید بمیره؟ نه، با جدا شو اصلا دولت موظفه که یه سری امکانات ایجاد بکنه که تو بتونی جدا شی و نمیری، بتونی زندگی تو داشته باشی، بتونی نون زن بچه تو بدی و از اون حرفا. بنابراین یه سری نه تنها قرارداد هست، بلکه یه سری وظایف هم برای دولت ایجاد میکنه که اونجا که تونستی وظایف انجام بده، شوی این کمتر بوده. در موج اول می گفتن که، یعنی کارشناسان ابراز امیدواری می کردن که 50 الی 60% جمعیت ایمن میشن، ولی عملا
آمارایی که الان میدن من جمله سازمان بهداشت جهانی میگه حدود 10% بیشتر آنتیبادی درشون تولید نشده. ببینید این داستان ایمیون این هرد ایمیونیتی الان کارشناسا نبودن، بعضی کارشناسا بودن، اکثریت قریب به اتفاق اونا که یه چیزی راجع به عفونت نمیدونستن میدونستن این جزء هزیانهای علمیه، توجه کردی؟ برای قبول نداشتن. منتها بعضی کشورها مثل مثلا سوئد بر پایه این ساز تونستن پیش برن. و چون اتفاقا حالا میشه صحبت کرد بخواد که ویژگی سوئد چطور بوده که فاجعه ایجاد نشده بوده در مقایسه مثلا با همسایه هاش، فاجعه بوده، ولی به حساب اون فاجعه ای که قبلا پیش بینی کردن نشده، چون به دلایل مختلف داره، دلیل جمعیت، دلیل تراکم جمعیت، گوش چیزه، و این که تا حدی هم یک کارهایی کردن و نگفتن میکنیم، مدرسه رو تحتیل کردن. آره. برای من این برای داستان ایمنی چیز کاملا خیالاتی بود. ببین ایمنی به یه شکلی که تو 80% جمعیت بتونن یه نوع انتیکور، یعنی یه نوع سیستم ایمنی درونی ایجاد بکنن، خب اگر باشه میتونه جلوگیری کنه، واکسن هم شاید این کارو بکنه. منتها هنوز نه تو بیماری وحشی، بیماری که توی مردم هست این رو ما دیدیم، نه هنوز واکسن وجود داره که بتونیم بگیم با این واکسن این بشمیزی. البته میتونیم راجع به واکسن بعدا صحبت کنیم. بنابراین شرط کنونی این داستان فعلا تخیلاته. بنابراین تو مثل تو برمیگردیم به قرون وسطا، یعنی اون چی که قرون وسطا صدق میکنه هنوز صدق میکنه. این ویروس از حسن به مریم میره، از مریم به تقی میره، تو میونشو فاصله بگذار نمیره. به این ساده. حالا الان که موج دوم یا موج سوم بعضی ها میگن در خیلی از مناطق و کشورها هست، من جمله در اروپا، مثلا انگلیس، جای مختلف، چرا در چین موج دوم نیومده؟ چین رو فرا نگرفته؟ همونطور که قبلا گفتم، ببین اولا که یک پیام داشت و در واقع یه سیستم اجتماعی داشت که میتونست که این پیام رو برسونه و یا به هر صورت یا از عقیده یا از طریق زور این پیام رو در واقع به صورت گسترده اومد، یعنی آقا خونتون باشین، و در کنارش البته بهشون چیزم داد تا اونجا که تونسته، البته مشکلاتی هم داشتم که مرگومیت زیاده میده، ولی به هر صورت تونست اون حداقل زندگی رو چیز کنه. یاد بشون اون اوائل چیدم کشتار بزرگی بود اونجا، یعنی مرگومیت بسیار بالا بود. بس خب دولت تونست سازماندهی بیمارستان ها رو اینها رو خیلی سریع ایجاد بکنه، و بعدم سیستم تست. همین هفته گذشته نگاه کنید، یه شهر 10 تا کیس اومد، 9 میلیون نفر اینا قرار در از 2 هفته تست بکنن و اونایی که مبتلا هستن جدا بکنن. یعنی این امکاناتی مکانیزم رو دارن که بتونن سریعا یه تست رو به صورت گسترده ای در جامعه پخش کنن و دنبال در نتایج اون چیز بکنن، برنامه ریزی کنن. کاری که مثلا تو خیلی بیشتر کشوران نبوده، آلمان بود. آلمان تست کردن، تست و جدایی، که اگه فکرش بکنی اگه تو بتونی همه کیسا رو تست بکنی و اونا رو مجزا کنی، هم جامعه میتونه کار خودش ادامه بده. منتها وقتی تست خیلی زیاد میشین امکان ناپذیر میشه. ولی وقتی کیس کمه مثلا تو آلمان، خب میشه جلوش گرفت. مثلا تو چین یا تو کره جنوبی حیات باشه، یه نفر یه دفعه یه موج دومی اومد، یک فرد 900 نفر رو چیز کرد، بهشون ویروس رد و بدل کرد، 900 نفر از یک نفر. خیلی سریع تونست اون 900 نفر رو شناسایی کنن، جدا کنن، درمان کنن و عملا تونستن اون. ولی تو آلمان که تست شناسایی رو خیلی وسیع و گسترده به کار گرفتن، عملا نتیجهش بازم اونجا هم شیوع خیلی گسترده است. شیوع گسترده بلن مقایسه مثلا بکنی با انگلستان، کشور مشابه باید نگاه کنید، مثل انگلستان یا مثلا فرانسه و ایتالیا اصلا خیلی کمتر هست. خب اونجا هم در دست شدن این برو بر در میره. متوجه هستی؟ این ویروس خیلی مصریه، خیلی زبله. متوجه هستی؟ این ویروس جدی نمیگرفتیم. و حالا بعدا اگه راجع به بیماری‌ها که فقط نمی‌کشه،
وقتی بیماری مزمنی که تولید میکنه میتونیم صحبت کنیم. این ویروس واقعا خیلی بدتر از اون هست که میتونیم مجسم کنیم. و یه نکته دیگه هم هست که در یک موج عدم باور عدم، یعنی یه موج خرافات در واقع در سطح جهان داره گسترش پیدا، فقط تو ایران کشور ما نیست، تو کشور غربی هم این موج خرافات، مثلا تو امریکا یه 30% مردم باور ندارن که این ویروس جدیه، میگن آقا جون این چیزه، این از بندراریه، میگن ارقامی که ارقام مردم چاخانه، میدونی؟ یعنی تو با اینم باید مبارزه کنی، نه تنها با یه واقعیت باید مبارزه کنی، با اوهام هم باید مبارزه کنی. یعنی توری توته اینجا هم داره کار میکنه. آره این تو آلمان مثلا خیلی جالبه، تو آلمان مثلا این گست این کیو چیز که هستش کاملا گسترش پیدا کرد. نمیدونم تا چه اندازه این دست داشته توی این موج دومی که هست تو آلمان، میدونی؟ ولی تو بعد زمانی که اون اعتماد میونه پایین بالا از بین بره، خب این ویروس عشق میکنه، این ویروس واقعا دنیای خودشه، میدونی؟ قشنگ میاد از حسن به علی میره. آی دکتر، سر واکسن متمرکز بشیم. با اینکه ساخت صدها نوع واکسن در جریانه و چند تا واکسن های هم به مراحل پیشرفته رسیدن، پیشرفته کارآزمایی، منتها هیچ کدوم از اینا تا کنون در سطح بین‌المللی و سوی سازمان بهداشت جهانی تایید نشدن. مثلا تو آمریکا یکی دو تا ویروس رو جلوش گرفتن، به حالت تعلیق در آوردن، هرچند که بعضی از مقامات ابراز امیدواری کردن که تا بهار ویروسی بیاد که به طور گسترده ایمن و مؤثر باشه. ببینید، همطور که خودتون به درستی گفتید، حدود 180 آزمایش متفاوت هست از و نحوه های متفاوت هست، یعنی انواع اقسام نحوه های متفاوت هست برای ایجاد واکسن. یعنی عملا جامعه علمی جهان کاملا فعالانه در برخورد میکنه. یادمون باشه که در این اگه یادتون باشه تمام واکسن ها مثل همه داروهای دیگه سه فاز داره. یه فاز اول هست که فقط مطمئن میشین که کسی رو نمیکشه، روی یه تعداد داوطلب تست میشه. بعد یه فاز دوم، یه سری افراد رو میاری که ببینی که چه دوزی استفاده میکنی و آیا عارضه‌ای در دوزهای مختلف هست و کدوم دوز قابل استفاده هست. تازه اینا رو که کردی میری تو فاز سوم که اون وقت ببینی آیا واقعا در عمل و در واقعیت و در زندگی روزمره این اثر داره یا نداره. خب در گذشته ایجاد چنین واکسنی 10 سال طول میکشید. موقعی که ابولا آمد برخط تونستن این 10 سال بکنن 3 سال با خیلی کارهای علمی که میشد کرد، که یعنی رو همدیگه در آن واحد سری کارها را کردن. عملا کاری که الان ما میخوایم بکنیم اینی که واکسن را در عرض 1 سال در بیاریم. این تقریبا جزو محالاته. یعنی بنابراین اینی که قبل از سال آینده بیاد به نظر من جزو محالاته. حالا وقتی که میاد و یکی از این سرهشتات های دو یا سه یا چهارتش که موفق در میاد از توش، شاید هم بیشتر، و سوالات بعدی پیش بیان که آیا 1 مؤثره، 2 برای چه مدتی مؤثره، تو چه اندازه مؤثره، کی باید تکرار بشه. ببین یادمون باشه که این ویروس فامیل سرماخوردگیه. خب شما در زمستون 3 بار 4 بار 5 بار سرما میخورید، یعنی خود این چیز کرونا ویروس، ویروس های کرونا سیستم ایمنی که ایجاد میکنن خیلی کوتاه مدته. ما امیدواریم که بتونیم ویروس طوری باش بازی کنیم این واکسنی که ایجاد میشه دراز مدت تر باشه. نمیدونیم، این یه سواله که آیا موفق میشیم یا نمیشیم. دو تا چه اندازه تو رو این چیز میکنه. شما اشاره کردید که توی حالت طبیعی کسانی هستن که بار دوم سوم این ویروس رو میگیرن، خب تعدادشون کمه، نمیدونیم چقدر این حقیقت داره، چقدر این چیزه، ولی نشون میده حداقل که برای هر کسی که میگیره ایمنی ایجاد نمیکنه. آیا واکسن هم همین کار خواهد شد؟ این همینطور خواهد بود؟ یعنی برای همه ایمنی ایجاد میکنه، برای یعنی بعضی میکنه بعضی نمیکنه؟
آیا در همه سنها کار میکنه یا نمیکنه؟ یادتون باشه اونایی که میمیرن بیشتر سنهای بالا دارن، بیشتر کسانی هستن که امراض دیگه دارن، مثل دیابت، مثل چاقی، مثل فشار خون، مثل چیزهای دیگه. خب آیا اینا همونجور پاسخ میدن که جوان 25 ساله 30 ساله؟ این همه سوال هست که تا سوال نکنیم، تا امتحان نکنیم نمیتونیم پاسخ بدیم. مثلا میگن کودکان نمیگیرن. کودکان میگیرن ولی خیلی خفیف. کودکان کامل میگیرن ولی خیلی خفیف. آیا کودکان مثلا رد میکنن یا نمیکنن نمیدونیم. آیا کودکان میتونن دوباره بگیرن؟ آیا بار دوم که میگیرن بهتر از بار اوله یا بهتر از بار اوله؟ این بحثی داره که آیا ایمنی ایجاد میشه تو بدنش یا نه. یعنی اینقدر مشکولات وجود داره هیچ کدوم ما نمیدونیم، که اگه از من بپرسی کی ما واکسن یا واکسن هایی خواهیم داشت میگم نمیدونم، ولی اگه قرار بیاد قبل از بارسالی نخواهد بود. یعنی بارسالی اولین فرصتی هست که میشه امیدوار بود بیاد، ولی شاید هم نشه، شاید سال بعد بشه، شاید اصلا نشه. یعنی ویروس تا یک سال دیگه همچنان همراه ما هست. آره مهمون ماست. بعد سال بعدی آخه اینه که ببین تازه واکسن داشتی چجوری میخوای توضیحش بکنی؟ یعنی ساختاری که باید ایجاد کنی، چون برای واکسینه کردن یه جامعه شوخی نیست، تو باید یه ساختار اجتماعی داشته باشی، یه ساختار بهداشتی داشته باشی که بتونی همه مردم یا حداقل یه اکثریتی رو واکسن بدی. دو، آیا قبول میکنن یا نمیکنن؟ یعنی تو اگه واکسنت رو طوری ایجاد نکنی که مردم اعتماد بهش نکنن، امکان نداره قبول کنن. میدونی؟ ببین مثال بزن میارم. ما واکسن چیز با دو تا بیماری رو از بین بردیم در سر جهان. یکی آبله بود. آبله از بین بردیم. من که اون موقع همه قبول داشتن واکسن جهانی کردن، همه رو زدن، این بیماری رفت. یعنی حدود 30 ساله که ما یک دونه کیس چیز آبله نداریم و ویروس آبله الان توی فریزرهای بعضی جا خوابیده. من خوفم اینه که این در بیاد، که در بیاد اصلا وحشتناکه. بعد یه بیماری دوم هست، فرج اطفال پولیو تو همه دنیا از بین رفته به غیر از دو جا، افغانستان و پاکستان. یعنی واقع پاکستان بخشی از پاکستان که طالبان توش هست و بخشی از نیجریه. علتش چیه؟ علتش اونجا که اومدن واکسینه بکنن، ملت گفتن آقا نمی‌کنی، شما این توطئه امریکاست. چرا؟ چون امریکا از چیزای نیروهای بهداشتی، از کارکنان بهداشتی استفاده کرد برای اینکه بره توی منطقه و نفوذ کنه توی منطقه و عملا کادر پزشکی رو تبدیل به کادر نظامی کرد و دیگه اعتماد مردم ازش رفت. اونجا قشنگ مسئله اعتماد رو می‌بینی. یک جمعیتی دیگه اعتماد به واکسن نداره، توجه کردی؟ و عملا ما الان پولیو رو چیزا نمیتونیم تو دنیا از بین ببریم. چرا که فقط دو نقطه کوچیک دنیا اعتماد ندارن بهش. اعتماد خیلی مهمه و حالا میگم یه سوم مرد امریکا اعتماد ندارن به واکسن، به این واکسن. مثلا اگر بخواد فشار بیاری که زود در بیاری، که قطعا تعداد بیشتری قبولش نخواهم داشت، اگرم 70-80% مردم رو نزنی به درد همش میخوره. آقای دکتر، همکاری های بین المللی رو در ساخت واکسن چطور دیدین؟ مثلا چین اعلام کرده و روسیه هم اعلام کرده که واکسن ساختن و میگن که میخوایم این واکسن رو در اختیار دیگران بذاریم. چقدر میشه اونا اعتماد کرد؟ ببین دو چیز متفاوت هست سوال. ببین اولا که مثلا واکسن روسیه، بذار کلام رو راحت بکنیم، واکسن روسی فاز 3 نبوده، فاز 1 و 2 داشته. بر فاز 3 عملا اینو دادن به سربازاشون، تو چه کردی؟ یعنی عملا این واکسن هنوز تا اونجا از دیدگاه علمی، از دیدگاه واقعی، در واقع این واکسن در حال چیزه، در حال فقط اینو فقط یه سری آدم ها دارن که به سربازا دادن که اونا ناگزیر هستن قبول کنن، اون با خودشونه. ولی واکسنی نیست که به درد کسی بخوره. هنوز واکسن چی رو نمیدونن، واکسن چی رو نمیدونن. تا زمانی که این واکسن، یعنی دیتاشو چاپ نکنن، تا دیتاشو کسی ما نبینیم، واقعا نمیشه روش چیز کرد. بعید میدونم که بتونن یه واکسنی از فاز 3 بگذره و الان مطمئن باشی که بتونن جهانیش کنن. منتها اون مرحله قضیه اینه که یه سری دوا گرد همایی جهانی شده
برای اینکه وقتی واکسنی در میاد، یا شاید بهتر بگم واکسن هایی در میاد، چون احتمال زیاد ما 2 یا 3 یا 4 واکسن خواهیم داشت که حالا یکشون بعدا ممکن بهتر از دیگران تجربه، ولی ما اول کار این 3-4 تا رو خواهیم داشت. چگونه اینها رو بتونیم توضیحش رو در سطح جهان سازمان بدیم؟ خب سازمان بهداشت جهانی هولش مثلا گاوی بوده که قبلا هم شکل گرفت در رابطه با ابولا شکل گرفته بود. از کنم که چیز یه ائتلاف آمادگی برای مبارزه با مقابله با اپیدمیا، اونم شکل گرفته، اینم همکاری میکنه. یه سازمانی ساختن به نام کوواکس که کووید واکسین، تابشه که این سازمان جهانیه که احتمالا اگه واکسنی در بیاد اینها میتونن و خیلی شرکت های جهانی شرکت های چیزی داروی هم چیز کرده قبول کردن که یه واکسن به اونها بدن، بودجه خوبی گرفتن از بعضی کشورها، از انگلیس بودجه گرفتن، بودجه گرفتن از آلمان گرفتن، میدونم مثلا از خیریه اومده، از بیل گیتس اومده، از جای دیگه هم اومده، از بودجه نسبتا خوبی الان دارن و این بودجه هم باز کردن که برای کشور دیگه به احتمال زیاد میاد. این یه برای قضیه است، یعنی جهانی شدن توزیعش. یه طرف ناسیونالیزمی که مثلا توی امریکا گفته همه میخوام هم واکسن رو میخوام بخرم، میخوام هر واکسن که در میان مقامر اول بدم به امریکای، اون در تقابلش خواهد بود و این جنگی است که در صورت باستی ببینیم که چجوری خود چه چیز میکنه. یعنی این هم توی یه فازی همکاری از هم رقابت. ببین همکاری در یه در یه سطح جهانی همکاری هست میونه علما، ساینتیست ها از یه طرف، بخشی از سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی از یه طرف دیگه، و بخشی از خیرین در واقع مثل بیل گیتس. یه برای قضیه هست. یه برای قضیه هم خب کشورهایی هستن که به حساب پاسخو هستن به مردمشون از یه طرف، و خب شالاتانیست هم توش هست. آقای دکتر حتما مسائل ایران رو هم تعقیب میکنید. در ایران خیلی فاجعه آمیز شده، همه این مسئولیت رو به گردن مردم انداختن، یا به تحریم ها و توطئه آمریکا اینا اشاره میکنن. خیلی فاجعه آمیزه. خود آمارا هم قابل اعتماد نیست. مثلا گفتن که 5 برابر این آماری که دارن اعلام میکنن. اینو خود مقامات حکومتی، نماینده مجلس هم میگن. چرا در ایران تبدیل به فاجعه شده؟ تازه بعضیا میگن که ما هنوز موج اول رو هم پشت سر نداشتیم، ما هنوز در اون موج اولیم، موج دوم و سوم هنوز نیومده. بذاریم اول نگاه به ارقام بندازیم. ببین حرف شما کاملا درسته. طبق آمار رسمی دولت حدود 500,000 به این بیماری مبتلا شدن و حدود 30,000 نفر فوت کردن، مردن. اوکی. حداقل ببین مثلا یکی از ایاتون باشه، مثلا چند ماه پیش بود که بی بی سی اینو در آورد که از طرف خود وزارت بهداشت یک سری یواشی آماری داده بود بیرون، لیستی داده بود بیرون که از کسانی که مبتلا شدن به کووید و تعدادی که دولت رسما اعلام کرده بود درست نصف اون تعدادی بود که خودش میدونست که دارن. یعنی حداقل اونجا خود دولت، یعنی اون ارقامش کاملا درست بود، یعنی هم اسم داشت، اسم فامیل داشت، تاریخ تولد داشت، آدرس داشت، یعنی کاملا یه آدم مشخصی بود که گرفته. نه نصف از اونها از طرف آمار رسمی دولت غیب شدن. شو حد برای من حداقل 2 برابر که قطعیه، یعنی هر چیزی هست، یعنی حداقل ما 1,000,000 نفر مبتلا شدن. منتها همونطور که شما میگین محاسبات دیگه هم میشه کرد که از شاید 9 برابر تا 3 برابر، 3 برابر تا 9 برابر میشه چیز کرد، تخمین زد که این آمار غلطه. راستا میدونیم آمار غلطه. منتها حتی آمار غلط هم اگه نگاه بکنیم، اگه اجازه بدین نشون چیز میکنیم که بذارید فقط نگاه کنیم به فقط آن پریروز. مثلا پریروز دولت گفت 4,000 نفر کیس جدید اومده، 2,000 نفر رفتن بیمارستان. اوکی. خب ما میدونیم که اکثریت کسانی که کووید میگیرن یا بیماری ندارن یا بیماریشون خیلی خفیفه، یعنی نیازی به بیمار به بستری شدن نداره. در این وقت که 2,000 نفر بستری میشن، ترکستانی که در واقع این منعکس این انعکاسش در ترکستان جدیدی که
ویروس گرفتن خیلی بالاتر از 4000 نفری که دولت گفته است. یعنی به احتمال زیاد حدود 4 حداقل 4 برابر این باید باشه که تو اونجا که ما از جای دیگه دنیا میدونیم. یعنی وقتی 2000 نفر میرن بیمارستان باید غالبا یه 6000 نفری شاید بیشتر مثلا 10000 نفری گرفته باشن که 2000 نفرشون بیمارستانی باشن. ببین بزنین یه نگاه به این چیز به این اصلا چیز موج اپیدمی در ایران نگاه کنیم. اگه شما اجازه بدین ما این رو روشن کنیم. این آماری است که مال دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه جانز هاپکینز ببخشید. دانشگاه جانز هاپکینز این آمار رسمی که از طرف دولت میاد. اینم اینجا این شروع این شروع اپیدمی هستش که اگه یادتون باشه اولین این مال ایرانه فقط این اولی کسی که گفتن اسفند بود که الان مشخص شده که این ویروس خیلی قبل از اون اومد ایران. اتفاقا اوایل بهمن شاید حتی دی وارد ایران شد. ولی خب به خاطر انتخابات و دلایلی که خیلی وقت گذشته دیگه نمیخوام واردش بشیم دولت اینو کتمان کرد تا اینکه دیگه ناگزیر شد. یعنی دیگه آش انقدر شروع شد که دیگه ناگزیر شد صحبت بکنه و این میبینیم که خیلی سریع رشد کرد این آمار. این فقط آمار کسانی که پوزیتیو بودن عفونت گرفتن، آمار مرگ و میر نشون تو نمیدم دیگه. این موج اول بود. بعد لاکداون شروع شد، یعنی در واقع قرنطینه عمومی شروع شد. میبینیم که قشنگ خیلی قشنگ افتادی و با صفر نرسید. خب هیچ وقت هم به صفر نمیرسه. ولی خب اومد پایین خیلی سریع اومد پایین. بعد اینجا خود کسانی که توی وزارت بهداشت بودن چیز کردن، اعتراض کردن که چرا زود قرار چیزا رو باز کردیم. ولی خب فشار مذهبی بود، فشار برای بود که مسجدها رو باز کنن، که چیزها رو باز که نماز جمعه رو باز کنن، از این حرفا باز کنن. خیلی سریع می‌بینی که رفت موج دوم. موج دوم خرداد اینا شروع میشه، میره موج دوم که تعدادش از اولی بیشتر میشه و ادامه پیدا میکنه. می‌بینی در یه سطح خیلی بالای ادامه پیدا میکنه تا شهریور. موج سوم شهریور شروع میشه. می‌بینی شهریور شروع میشه که الان اگه نگاه کنیم تعداد روزانه‌ای که میاد بیرون خیلی بالاتر از اون این آمار رسمی ها که تیر بالا گفتین دانشگاه هاپکینز. این هاپکینز برای همه دنیا داره. تا چیکار گراف دیگه کنیم برای همه دنیا داره. آمار رسمیه که از طرف دولت اعلام میشه. برای این هم این آمار رسمی برای اون چیزای اون نکاتی که راجبه درست بودن غلط بودن آمار رسمی رو باید اینجا مد نظر داشته باشیم. ولی به هر صورت خود این گوینده یعنی گویا هست که چه اتفاق افتاده. خیلی قشنگتر اگه آمار مرگ و میر نگاه کنیم خیلی قشنگتر میتونیم ببینیم. سه موج اول این ترور مرگ و میر موقعی بود که بیمارستان حسن داشتن چیز میشدن و از در و دیوار کووید بالا میرفت و از یه طرف وارد شهر رفت یه میرفت سردخونه حیاتون هست. بعد خب تونستن این رو کنترل بکنن. پزشکا خیلی کمک کردن. این واقعا خرکاری عجیب اونجا شد. اون زمان شد خیلی از پزشکامون از دست دادیم. اون موقع پزشکان پرستارا کادر درمانی از دست دادیم. بعد موج دوم شروع میشه که هم خرداد شروع میشه. میبینیم تعداد مرگ و میرها میره بالا. تعداد مرگ و میرها میره بالا. دو مرتبه میاد پایین و از شهریور به بعد مرگ و میرها میره بالا. توجه میدیم که این مرگ و میرها خیلی بیشتر از قبله. خب توجه کنیم که ما الان هم بیمارستان کمتر زیر فشار هستن، هم درمان بهتری داریم، پزشکای ما و پادپزشکی آگاه‌ترن چیکار بکنن، یعنی عملا میدونن چیکار بکنن. درسته که فرسوده شدن، درسته که خسته شدن، ولی اصلا میدونن چیکار بکنن. ولی هنوز بالاتره و این نشون دهنده گسترش این بیماری الان، چون خود درصد مرگ و میر پایین اومده. برای اینکه تعدادش رفته بالا، بالاتر از موج قبلی، از موج قبلیه، نشون دهنده این هستش که چقدر این بیماری گسترش پیدا کرده. خب و خب بیشتر ایران تو خط قرمز الان دیگه، خود دولت هم قبول کرده که این همه جا رفته. حالا چرا اینطور شده؟ این مجموعه است از چیزای بیخود که دولت رو کسی قبول نداره، حتی کسی گوش نمیده، عملا اون جدایی بین افراد ایجاد نمیشه، سیاست های تنا متناقضی میاد بیرون، حرفای متناقضی میاد بیرون، مردم اعتماد ندارن. پیروز دیدیم قرار شد که 3 تا 4 تا شهر بس که چیز بشن برن تو قرنطینه، چیزا هم ملت سوار ماشین شدن رفتن شمال.
هیچ کسی گوش نمیده. ببین عملا دیگه حتی اون یه ذره هم که اون موقع گوش میدادن دیگه الان گوش نمیدن دیگه. عملا فاصله میونه اون چی که مردم میکنن و اون چی که دولت میخواد بکنن از این ماه من ماه گردونه زمین تا آسمان. این که کل این ماجرا طولانی شده تأثیر میذاره روی این که حساسیت مردم هم کمتر میشه نسبت به این مسئله؟ کاملا کاملا رعایت نمی کنن؟ نه کاملا بله. ببین خیلی مشکله که تو بتونی داوطلبانه برای مدت یه سال و نیم جامعه را از هم جدا بکنی، مگر اینکه بتونی یه چیز در جا جایگزینش بکنی، مگر بتونی خب خیلی از مردم کارشون دارن دست میدن، یه اکثریتی کارشون دارن دست میدن. خب دولت چیکار کرده؟ دولت ها چیکار کردن؟ اونجایی که تونستن یه جوری این کتمان کار رو کتمان چیز رو پر کنن، این چیز سوراخ رو پر کنن، تونستن فاصله ها رو تضمین کنن. ولی خب کشورهای مثل ایران که نه امکانشو داشته نه لیاقتشو داشته به نظر من که این کار بکنه، نه حتی خیالشو داشته که این کار بکنه، عملا دیدیم که نشد. به مردم خب تو نمیتونی کار نکنی، تو نمیتونی چیکار بکنی. بله خب مسئله خسته شدن هم هست، پزشکا خسته شدن. بله هنوز مرگ میدن. دیروز توی چیز من چه خوندم که یکی از فکر کنم از خود چیز کرونا بود، گفت 200 نفر پزشک به کار درمانی تازه یه مردن. یعنی در ارقام بالاست، کسانی جوانن اینا، میدونی اینا تو نیرو کار هستن، اینا پیر نیستن که چیز شدن. خشونت هم توی بیمارستان ها خیلی زیاد شده علیه کادر درمان بخصوص پرستارا. یعنی من یه گزارشی میخوندم نوشته که بخصوص وقتی که فاکسو رو صورت حساب میذارن جلوی مردم رقمای میلیونی هست و اون موقع درگیر میشن هم بیمار هم همراهان بیمار. نه این کاملا قابل قبول و قابل پیشبینیه. همه جا هم اینجا هم هستش که هم جامعه عصبی میشه، جامعه‌ای که همه چیش در هم ریخته و بعد همه اقتصادش خوابیده. حالا بگذاریم از این که بدون شک این چیزا هم اثر گذاشته. یعنی آخه میگن رایگان نیست که خدمات بیماران کرونایی باید خاتم رایگان باشه. قاعدتا همه چی با رایگان باشه. باید رایگان باشه، بلکه اون شغلش هم بایستی یه جوری تامین بشه، اون کمبود شغلش که تامین بشه. هیچ کدوم نمیشه. برای عصبیت جامعه میره بالا. این یعنی تو حد کاملا قابل قبوله و قابل پیشبینیه. آقای دکتر اگر اجازه بدین توی این وقتی باقی مانده یه چند تا سوال پزشکی از شما بپرسم. الان یه پدیده‌ای ما روبرو هستیم که بعضی از این بیماران شما هم اشاره کردین که گرفتن و بعد فکر میکنن دوباره نمیگیرن. الان خبرها اومده که مشاهده شده عده‌ای دوباره گرفتن، میده این دفعه‌ای شدیدتر بوده عفونت توشون. این یکی این که بعضی با یه پدیده روبرو هستن گرفتن و این کرونا به اصطلاح طولانیه این و بهبود پیدا نمی کنن. چرا؟ این سوال قسمت اولتون رو که آیا دوباره میشه گرفت، تعدادی که کاملا درستی داکومنت شده کمه و هنوز به نظر من سوال هست که آیا واقعا وقتی یه بار میگیری بار دوم میتونی بگیری یا نه. احتمالا آره پاسخ مثبته، ولی که آیا این خیلی چقدر گسترده خواهد بود نمیدونیم. راست بخوای مسئله کرونای طولانی یعنی کرونای مزمن واقعا یه پدیده جدیه و هر کی بیشتر زمان میگذره مشخصتر میشه که یک اقلیت نسبتا قابل توجهی، صحبت از 10% 20% می کنن، که مخصوصا کسانی بودن که بیمارستان رفتن ولی فوت نکردن، نمردن، از بیمارستان آزاد شدن، ولی خب عوارض حتی ادامه پیدا کرده، مغزشون مخشوشه، نمیتونن جمله بسازن، یه داستان ساده رو نمیتونن دنبال کنن، یه جمله نمیتونن بنویسن، تنگ نفس دارن، نمیتونن
از پله برن بالا، حتی چیز نمیتونن بره بالا، کلی داغونه، اسهالشون مزمنه، یعنی جاهای مختلف بدن رو این ویروس خیلی ناقلاست واقعا، یعنی در آدم های مختلف جاهای مختلف رو چیز آرزه ایجاد میکنه، ولی به هر صورت همه جا تونسته رفته، همه سوراخ سنبه‌های بدن رو تونسته عفونت بکنه، از مغز گرفته تا قلب گرفته تا روده تا روده تا ریه تا هر جا. و این مزمن بودنش، و بعضی موقع این مزمن صحبت از ماها داریم میکنیم، آیا همیشه که خواهد بود نمیدونیم، بعضی هست که 5 با 6 با بعد از گرفتنش هنوز بیمارن، هنوز نتونستن به سمت اول برسن. خب اینو توی سطح بزرگ جامعه فکرش بکنیم، 10%، 20%، 15% جامعه این ها چیزاشو یک اختلال جدی توی جامعه ایجاد کرد، یعنی این عارضه دراز مدت چیز از مرگومیر خیلی خطرناک داره، و همه فقط روی مرگومیر دارن متمرکز میشن که باید بشن، ولی کسی توجه نداره که این بیماری خیلی جدی تر از اون است که ما اول فکر میکردیم، و اگه یه بخش عمده ای اونم آدم هایی که از کسی هستن که تو نیروی کارن، جوونن، نسبتا جوونن، این نیست که 80 سالش خب میگن 2 سال کمتر مرده بوده. خب این پدیده است که داریم یواشاش یاد میگیریم، و به قول چیز واقعا آدم وحشت میکنه. حالا این مقداری رو که از این ویروس میگیرن، آیا فقط کرونای شدید باعث این کرونای طولانی میشه؟ هنوز مشخص نیست که آیا این بستگی داره به میزان ویروس که میاد تو یا پاسخ درونی بدن تو، یعنی اینکه چه نقشی ویروس بازی میکنه، چه نقشی پاسخ ایمنی بدنتون بازی میکنه هنوز مشخص نیست، ولی به احتمال زیاد هر دو اینا هستن، یعنی یک رابطه دیالکتیکی میبینی دوتا هست که نهایتا بعضی ها خوب میشن و یه پشترش رو نگاه نمی کنن، یه تعدادی واقعا فلج میشن از این. حالا اونایی که کرونای طولانی میگیرن چیکار باید بکنن؟ والا هنوز مشخص نیست که با چیکار بکنه، هنوز یعنی دکترها تازه متوجه شدن که این یه پدیده جدی هست، چون قبل از اون خب ببینید عوارض بعد از چیزی رو میگه، من آقا بعضی کار نمیکنه، یعنی خب تو مریض بودی، خب مغزش چه کار میکنه، ولی مشخص که نه واقعا مغزش کار نمیکنه، نمیتونی یه جمله بنویسه، یه داستان خیلی ساده تلویزیون نمیتونی دنبال بکنه، میدونی اینجوریه، و و و و تنگ نفس، خب تنگ نفسی که عملا تو رو فلج میکنه. منتها میخواستم قبل که تموم کنیم راجع به درمانی در صحبت بکنم، چون ما راجع به واکسن صحبت کردیم، ولی احتمال درمان بهتر زودتر از واکسن خواهد بود، یعنی الان مشخص میشه که مثلا ما یه سری درمان ها داریم که خب میتونه این عمر این بیماری رو از لحاظ درمانی کوتاه‌تر بکنه. حالا کدوم داروها؟ یعنی این داروهای هست مثل رمدسیویر و دکزامتازون و اینا؟ نه اون چیزی که نه، چیزی که قطعی هست دکسامتازون، یعنی دکسامتازون حداقل 1/3 مرگومی رو کم میکنه و مدت زمان بیمار بودن رو کوتاه میکنه، 1/3 خیلیه، متوجه صحبت هست که آدم های کسانی هست که واقعا مریضن. دکسامتازون یکی از شاید که فعلا از دارایی که داریم یکی از موفق ترین بوده. خیلی جالبش اینه که تو ایران دکترها اولای چیز چیز فقط از غریزگی رفتن دکسامتازون استفاده کردن، منتها خب تو ترال نبود، تا تو ترال در اومد که آره، ولی نشون دارن که واقعا آره قبل هم میگفتن که مثلا آره، کورتون بدین آره تاثیر میذاره آره. چیز بر روی تشابه بیماری های دیگه مثل که بیماری ریوی دیگه بسیار کار جالبی بودی کار کردن. رمدسویر هم آره، رمدسویر اثر اونجوری نداره، ولی اثر کوچیکی داره رمدسویر که مشخصا با ویروس کار میکنه. منتها چیزی که به نظر من جالب خواهد بود در همین دارویی که به ترامپ دادن، که این هم مونوکلونال انتیبادی هست که نشون داده شده که میزان ویروس رو تو خون کاملا میاره پایین، خیلی سریع هم میاره پایین، یعنی 24 ساعت بعد ویروس تقریبا خیلی مشکل بشه پیداش کرد، و این اگر نشون داده بشه که تو همه همکار میکنه، هنوز فعلا توی چیز اولیه هستیم، ولی به نظر دکتر به آقای ترامپ 3 نوع دارو دادن، همین آنتیبادی رو به اضافه رمدسیویر دکزامتازون، همه اینا رو با هم دادن، همه چی بیشتره خدا میدونه که کدومش کار کرد، ولی ببین من ایشون هم میگفتن که رحمت الهی بوده ولی چیز ولی این چیز این ریجنران که حداقل من چند تا پزشک میدونم که
چیز استفاده کردن بهشون compassionate، یعنی به خاطر چی؟ یعنی واقعا مریض خیلی بیمار بوده ازش استفاده کردن، خیلی سریع پاسخ، یعنی پاسخ دیدن که خیلی جالب بوده، بنابراین امیدوار کننده است. یعنی من حداقل من با یکی دو دکتر دیگه هم صحبت کردم، امیدوار هستیم که تا اواخر امسال درمان طوری باشه که بتونیم حداقل بخشی از کسانی که شدیداً ویروس این ویروس گرفتن رو هم مرضشون کم کنیم یا حتی خیلی یا بهترشون کنیم. اینی که آیا میشه جلوگیری کرد، یعنی اگه زود استفاده کنیم نمیدونیم، ولی اونم جزء به چیزا هست. یعنی من بیشتر امیدوار هستم که درمان، چون چند تا دیگه آنتی ویرال دیگه هم وجود دارن که در حال چیز هستن و میشه امیدوار بود که اونها، یعنی بیشتر رو میشه امیدوار بود تا رو واکسن هاش چی بخواید. یعنی داروی اختصاصی کوید منظورتون هست؟ آره، داروی اختصاصی، دارو این که استفاده شده که مشخص کووید، این دارو که گفتم، این آنتی بادی مشخصا میره اون سیخ کووید رو که بدون اون سیخ نمیتونه وارد سلول بدن بشه، اون رو چیز میگیره، میگیره و از بین میبره و عملا ویروس نمیتونه وارد بدن بشه. وقتی وارد بدن نمیتونه بشه، خب عمری نداره، چون ویروس حیاتون باشه خودش نمیتونه زاد و ولد کنه، باید وارد سلول بدن شما بشه تا زاد و ولد کنه. وقتی اون کار نتونه بکنه عملا مرده. ویروسی که نتونه وارد یه سلول بشه تا زاد و ولد کنه عملا اختص و یک دو روز بعد مرده، یه حتی یه روز بعد مرده. اینه مسئله. یعنی شما فکر میکنید که دارو زودتر از واکسن میرسه؟ من تقریبا اگه قرار باشه شرط بندی بکنم میگم که امکانی که دارو بیاد زودتره. اون وقت سوال بعدی که خب چگونه اینو میشه گسترش داد در سطح جهان، دیگه اون دیگه بحث به انسان ها برگرد. آقای دکتر، واکسن آنفولانزا استفاده کردن تاثیر داره؟ نه چرا، اصلا یه ویروس دیگه است، یه ویروس کاملا متفاوتی. حالا خود این واکسن هم وقتی که برسه ممکنه این ویروس دچار موتاسیون بشه. این خبر خوش اینه که حداقل توی یه سالی که ما دنبال کردیم این ویروس موتاسیون درستابی نداشته. عملا این خیلی خبر خوبیه که نسبتا ثابته، نسبتا چیزه باثباته. مقابله با این ویروس کرونا این سیستم ایمنی بدن چطور میتونه تقویت بشه؟ از چه راهی؟ والا سوال خیلی مهمیه، ولی چون هنوز نمیدونیم که چجوری این ویروس روی سیستم ایمنی بدن اثر میذاره، تا پاسخ رو ندونیم. ببینیم سیستم ایمنی دو بازو داره، سه بازو داره، ولی دو بازو اصلیه. یکی آنتیکوره، که ما میگیم فارسی آنتیکور باشیم، آنتیبادیه، که یه در واقع یه کمیکوی شیمیایی هست که ویروس رو میبنده به ویروس و ویروس از بین میبره. یکی نه، به شکل سلول ایمیونیتی، یعنی ایمونی که سلهای کشنده، یعنی سربازهای بدن میان بیرون و عملا اون سلهای بدنی تو که عفونت گرفتن اون سلها رو از بین میبرن. متوجه هستی؟ یعنی ما دو تا بازو داریم، یه بازو شیمیاییه، یه بازو سربازیه، که سرباز میره اون سلولایی که مبتلا شدن رو از بین میبره و ویروس از شکل از بین میبره. ما هنوز نمیدونیم که این دوتا چه نقشه‌ای با هم دیگه چه نقشه‌ای دارن، که کدومش مهمتره، چون نحوه برخورد ما در ایجاد ایمنی هم بستگی به این داره. دو، ببین هنوز ما نسبت به ویروس هایی که از طریق سیستم موکوزا وارد بدن میشن، یعنی مثل از دهان و بینی و ریه، از موکوزای بدن یا جای دیگه از روده و معده وارد بدن میشن، اینا اینقدر ما چیز اطلاع درست حسابی نداریم که چجوری ایمنی بدن ایمنی ایجاد میکنه که جلوگیری میکنه. چون یاد باشه ما همیشه تمام ویروس و میکروب تمام مدت بدن ما احاطه کرده و یه سیستم دفاعی درونی داریم، یه سیستم دفاعی در واقع در سطح بدن داریم، در پوست و در اون پوستای داخلیمون مثل دهان و دماغ و روده و اینجور چیزا. این سیستم چیزی میخوام بگم روی سطحی رو ما خیلی اونجوری روشن نیست برای ما چطوری کار میکنه و این ویروس از اون طریق داره میاد تو،
مثل بعضی ویروس های دیگه. و این ویروس هایی که از این طریق میان هنوز اونجوری ما نتونستیم روشون سوارشیم که مثلا رو ویروس هایی که از طریق تزریق هستن وارد میشن یا از طریق دیگه وارد میشن. چیزای دیگه هم میگن، هی مرتب هر روز یه سری گزارش ها منتشر میشه که در دست بررسی ممکنی تاثیر داشته باشه. من جمله من میخوندم، یا اون اکسیتوسین هورمونی که به اصطلاح به هورمون عشق معروفه، میگن که در دست بررسی ممکن تاثیر بذاره به عنوان راه درمان. امیدوارم بالاخره این ویروس ها نهایتا ویروس، برای که یه ویروس یا میکروبی رو بگیری باید یه چیزی داشته باشه که اون از بین ببره، یعنی نهایتا اون دارویی که بتونه خود ویروس رو هدف بگیره و اون رو داغون کنه، اون باید چیز نیروی اصلی چیز تو باشه، اون اصلی تو باشه. اون چیز دیگه همه فرعی هم در کمک به اینکه سیستم ایمنی بدن تقویت بشه از این بر یا هر چی. ولی این که باید تو بحثا یه میکروبی داری، یه میکروب ویروس داری وارد بدن شده، اون رو باید بکشیش. این خیلی ساده است و از اون راحت تر که شیجان نذاره وارد بدنت بشه. اگه بتونی یه سیستم ایجاد کنی که وارد بدنت نشه، که البته اون رو نداریم ما، خب اون یه درجه بهتره. ولی این ویروس ها باکتری ها باقی میمونن، هستن دور بر ما اینا رو که نمیتونیم از بین ببریم. راه مقابله شون رو همونطور که قبلا صحبت کردیم، ببین همه موجودات دنیا حداقل یه ویروس تو بدنشون هست، توی چیزشون هست. ببین تعداد ویروس هایی که دنیا هست از تعداد تمام جانورها و حیوانها و گیاها و دیگه میکروب های دیگه دنیا بیشتره، چون همه ماها یه مهمون داریم، همه اینا یه مهمون دارن یا یک یا چند مهمون که اینا ویروس هن. ببین ویروس ها رو یه کسی حساب کرد، اگر ویروس ها رو سرتر به هم بذاریم به صورتی زنجیر در بیاریم و این نوره 200 سال تو میگیش تو اون تهش برسه، 200 سال نوری، اینقدر ما ویروس در جهان ما هست. یعنی جهان ما جهان میکرو ویروسه، ما اینجا مهمان هستیم. فهمیدی؟ بخشن با اینا صلح کردیم، اینا با هم در با همزیستی مسالمت‌آمیز داریم، بخشن نه خصمان است. بعد ما وارد این جهان داریم میشیم، جهان در هم میریزیم، یه ویروس هایی که ما رو ندیدن ما یه با ما مواجه میشن. خب تعجب نیست که بعضیشون خوششون میاد، یه میهمان یه میزبان جدیدی پیدا میکنن، میشن اپیدمی آنفلوانزا، میشن اپیدمی کرونا، میشن اپیدمی سارس و بعدی و بعدی و بعدی. برای این داستان با ادامه دارد. آیا تجربه خود شما در ماجرای ایدز و ابولا چی بوده؟ این تشابهات و تفاوت‌های با مبارزه با ویروس کرونا؟ به این ابولا خیلی راحته، بگه ابولا ویروس بی خودیه، میکشه. به تو اگر 85% کسانی که واردش میشی میکشی، عملا خیلی سریع میشه تو رو شناسایی کرد، مجزا کرد و کنترلش کرد. برای ابولا هیچ وقت اپیدمی جهانی مثل این نمیشه. این ویروس مثل HIV تاچ کردی زرنگ نمیکشه یا بخش خیلی کوچیکی رو میکشه. برای خیلی قشنگ میتونه که سریع گسترش پیدا بکنه، اونم متدی هم پیدا کرد که متد خیلی خوبیه. همه ما نفس تو میدیم، میدمیم و میدیم بیرون. خب این ویروسی راه رو پیدا کردن وارد بدن تو بشه، از این راه چه بهتر؟ هیچ کسی اگه تو نفس رو قطع کنه مردی. بنابراین همه ما مجبور نفس بکشیم. HIV سکس رو پیدا کرد. اکثریت ما سکس داریم، من که بدون سکس زاد و ولد نداریم. متوجه هستی؟ بنابراین اگه ویروسی راهی رو پیدا کنه که راحت بتونه از کسی به کسی دیگه بره و نکشه یا دیرتر بکشه، HIV 8 سال طول داد قبل از که بکشه. یعنی وقت داشت که از فلانی به فلانی به فلانی به فلانی منتقل بشه. این فقط 2% 1% میکشه، چند درصد رو مریض میکنه و خیلی راحت منتقل میشه. ویروس خیلی موفقیه. بعد اینجا پدیده ناقلان خاموش رو هم داریم. ناقلان خاموش همه جا داریم که اصلا هیچ سیمتوم اینا نشون نمیده. تمام ویروس های موفق داریم. ویروسی که نموافقه مثل چیزه مثل ابولا، اونم ناقل داره، برای اینکه اون دو سه روز اول که هیچ سیمتومی نداری تو رو انتقال کرده. فهمیدی؟ منتها اینقدر سریع
بیماری میده و انقدر سریع خودش بروز خودش لو میده به قول معروف، که اگه تو بتونی یه ذره سریع حرکت کنی میتونی جلوشو بگیری. هم که گرفتن در پایان بالاخره این همگیری چطور به پایان میرسه؟ ما چطور میتونیم عبور بکنیم از این مرحله؟ کووید موندگاره. کووید ویروسی است که الان جهانی شده و موندگاره. باید یاد بگیریم که باش همزیستی کنیم. همزیستی هم با این هم واکسن دیگه. واکسن و این ویروسه ویروسی بوده که خیلی موفق بوده و اومده و همه جهانی شده و از بین نخواهد رفت. اشتباه غریبی اگه فکر کنیم زمانی خواهد بود که ویروس کووید نخواهیم داشت. کووید هست، باید بتونیم یاد بگیریم چجوری باش همزیستی کنیم. منتها این یه درسیه برای آینده که آی سیستمی که ما تولید میکنیم، سیستمی که ما زیست میکنیم، سیستمی که انسان با طبیعت در جنگ به جایی که با طبیعت در کنارش باشه، این رو اگه نتونیم سوال ببریم و اینجا اونایی که آگاه هستن و اینجا متمرکز بشن که خب ما باید با طبیعتمون بسازیم، ما باید با طبیعتمون زیست کنیم. تو میری طبیعت رو داغون میکنی، تو میای کارخونه های وسیع کشاورزی ایجاد میکنی که اصلا چیزه این مثل لابراتوار برای ویروس های یا میکروب های مختلف که بیان برن. میدونی این تا موقعی که اون رو تو توجهش نکنی، تا موقعی که تو نتونی نوع تولید خودت رو، نوع تولید کشاورزی خودت رو، نوع زیست خودت رو تطبیق ندی با جامعه طبیعت و هم نوعی خودت، مرگ قطعیه. در واقع شما به درسایی که میشه از این شیوع ویروس کرونا بگیریم اشاره داریم میکنید. خب این البته ابعاد مختلف داره، ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بخصوص مثلا سر سیستم درمان. این سیستم درمان خب خیلی مهمه. درمان خیلی مهمه، ولی من دارم از اون وسیع تر میرم. میگم مشکل ما اینه که چرا گرفتیم که درمان بشیم. یعنی ما چرا اینجوری زیست میکنیم که یک چیزی عملا خودش رو در معرض این خطرها گذاشته. اون نوع زیست زندگی ما و اینجاست که سرمایه‌داری، به خصوص سرمایه‌داری جهانی که الان دیگه موقعش یه موقع بعد میشه صحبت کرد راجع بهش، الان جاش نیست. اونجاست که ما متمرکز بشیم. همین دیگه درمان هم بخشی از اون میاد، ولی بخش کوچیکی از اون هست. بخش عمدهش اینی که ما چجوری داریم زیست میکنیم. اینجاست که در واقع مسئله سبز بودن پایه هر نوع مبارزه جدی سیاسیه. هر مبارزه جدی سیاسی اگه نتونه این سبز بودن رو، این هماهنگی با طبیعت و هماهنگی با هم نوع خودش رو به صورت ساختار در بیاره، چیز به فناست. من بسیار از شما سپاسگزارم دکتر محسن شهمنش که همراه ما بودید و پذیرفتید که با شما گفتگو بکنیم. باشه، خیلی ممنون.